علی یوسف، کاریو که گفتم تونستی انجام بدی؟ اگه الان جاتون امنه یه بار روش فشار بده. خیلی خوب، الان وقتش نقشه دوم اجرا کنی علی یوسف. قلبش وایساد، باید ماساژ قلبی بهش بدم، همزمان یکی باید بهش تنفس مصنوعی بده. باشه، اون دوستمون میتونه کمکم کنه. زود باش بیا اینجا کمک کن. اون نمیشه، دختره انجام بده. دخترها نمیتونن کمک کنن، مگه نمیبینی؟ حال و روزشون رو ببین، اونا نمیتونن. خدا بگم چی کارت کنه جلا، همش تقصیر تو شد. زود باش، زود باش تصمیم بگیر، زود باش. داریم بحث میکنیم اما دوستت اینجا داره میمیره. زود باش، عجله کن. دوست من بیا اینجا کمک کن، بجام، زود باش. من به اون کمک نمی کنم، بذار بمیره و پس فطرت. باشه ببینم، عوضی، زود باش. عزیزم، میگم بیا بهم کمک کن، بیا. زود باش عوضی، زود باش. زود باش، زود باش، زود، زود. سوتی نده، فقط از هوش رفته، قلبش وانستاده. جلال، طاقت میاد پسر، زود باش جلال، باشو پسر باشو. علی، داریم میایم تو، آماده باش، بشکنش. حواسم بهت عوضی، کار اشتباهی نکنی یا وگرنه میزنم تو. جلا، بیدار شو پسر. آی جلا، بلند شو دیگه بابا. چه خبره؟ چه خبره؟ نیای، وگرنه اینا رو میزنم. به خدا میزنم. اسلحه تو بنداز، تسلیم شو. خودت بنداز عوضی. تمومه. خدای شکرت. دوست دارم بگم دیگه خودتو تو درد سر ننداز، اما فکر نکنم گوش بدی.
پس این کجا رفت؟ ای بابا از خستگی دارم میمیرم، حالا باید دنبال تو بگردم. جواب بده ببینم، جواب بده دیگه، جواب بده. ها صمد جون، عزیز دلم، دلم خیلی برات تنگ شده، کجایی؟ هیچ، خودتو خسته نکن برادر من، چون دیگه نمیتونی بیای و پیش من بمونی. نمیشه. یعنی چی نمیتونی بمونی؟ کاروان چی شد؟ کاروان ماروان دیگه در کار نیست، تموم شد. قربونش برم، مامان جون پول فرستاد، دارم خونه میگیرم دیگه. منم مثل همه آدمای عادی عمرمو توی چهار دیواری سر میکنم. آخیش باشه صمد، اما من چی میشه؟ به من چه آخه؟ میخوای به یکی دیگه رو بنداز؟ یعنی جز من دوست دیگه ای نداری؟ خب دیگه وقتمو نگیر، من باید برم سر شیفتم. میبوسمت تا بعد. عالی شد، مریض که بودیم حالا بی خونه هم شدیم، خوبه. چی کار میکنی؟ دارم ستاره ها رو میبینم، امشب خیلی خوشگلن. آره خوشگلن. قشنگن. میخوام ساکت بمونم، حرف نزنم، اما نمیتونم جلوی خودمو بگیرم. اگه به حرفم گوش میکردی هیچ کدوم از اینا سرمون نمیومد. باز شروع شد. نمیدونم، مگه چی گفته بودی؟ شوخی نکن، خیلی خوب میدونی چی گفتم ایلول. الان تو باید تو بیمارستان استراحت میکردی. یکی باید به اون جهان میگفت بس کافیه. چی کار میکردم؟ اجازه میدادم تا آخر عمر همینطوری از اون هدیه‌های مسخره و بی‌معنی برام بفرسته؟ البته که نه، اما میذاشتی مرد و مردونه من حلش میکردم. مرد و مردونه؟ مگه تو قول داری؟ مسخره بازی در نیار لطفا، یکم جدی باش. خیلی خوب، باشه باشه، دفعه بعد این کارو میکنی. کی میدونه؟ دفعه بعد؟ میدونی تو بزرگترین بلایی هستی که سر من اومده ایلول اردن. تو هم قهرمان منی. انگار خیلی خسته ای. آره خیلی، هر لحظه ممکنه یه جایی بیفتم و بخوابم. چند شب شیف وایستادی؟ دو چهار شب، نه انگار سه شب، نمیدونم. ایپک، از دیشب تا حالا نتونستم از خواهرت خبری بگیرم، جواب تماسم هم نمیده. الان اینجاست؟ مگه من بهت نگفتم اگه بیای اینجا با دستای خودم تحویل پلیس میدم؟ چرا اومدی؟ به هر کی دوست داری تحویل بده. من اومدم اینجا ایلولو ببینم و تا نبینمش جایی نمیرم. یعنی فقط برای دیدن ایلول اومدی اینجا؟ واقعا؟ پس بیا اول یه نفر دیگر رو ببین. بیا. چرا اینو آوردی اینجا؟ شما خانوادگی میخواین منو بکشین ها؟ برو بیرون، برو بیرون. نسرین، کی این بلور سرت آورده؟ بهم نزدیک نشو، گفتم نزدیکم نشو. مامان جونم نترس، تو وقتی من اینجام نمیتونه بلایی سرت بیاره. ایپک میترسم، اینو از اینجا ببر. ببینیش، خوب نگاه کن، میبینی این زنو به چه حال روزی انداختی؟ میبینی چطوری میترسه؟ میبینی؟ تو اونو به این حال انداختی؟ تو صورتشو اینجوری کردی؟ الان خوشحالی؟ آره تماشا کن. به چی نگاه کنم دخترم؟ من کاری نکردم. یعنی چی کاری نکردی؟ هنوزم داری همینو میگی؟ دخترم قسم میخورم من کاری نکردم. اینقدر کشش نده. نسرین تو یه چیزی بگو، بگو که من این کارو باهات نکردم. من دیگه چی باید بگم ها؟ اول کتکم زدی، کافی نبود حولم دادی زیر ماشین. تو میخواستی منو بکشی. من حولت دادم؟ من تو رو چند روزه ندیدم. زن چرا دروغ میگی آخه؟ بابا ولش کن. من نرفتم، تو بیرونم کردی.
مگه من با اون چی کار کرده بودم؟ نسرین راستشو بگو، دارم بهت میگم راستشو بگو. گفتم بگو. آره نکردم اما واقعا میکنم، میگم راستشو بگو. احمد بابا این دیوونه رو ببر بیرون. دوبله شده در استدیو جن. خودت اینو خواستی. الو اداره پلیس. برای چی گفتی بیام؟ منظور چیه؟ فکر کردی گول منظره اینجا رو میخورم؟ گفتم شاید خوشت بیاد. وای حلوای کاغذی. مگه بچه‌ام با این میخوای گولم بزنی؟ چه ربطی داره اسمم؟ خیلی ربط داره. دیشب چیزی که باید میفهمیدم و فهمیدم. اما اشتباه کردی. بعدش من رفتم شیفت نتونستم به توضیح بدم. آره خب گفتی اسمم که همیشه هست. 27 ساعت و 37 دقیقه بعد یادت افتاد که بهم توضیح بدی. آره هر چی بگی. یعنی کاملا حق با توه. اما این روزا من یکم مشکل دارم. چه مشکلی داری آخه؟ یکم ناخوشاینده. نمیخواستم تو رو ناراحت کنم برای همین نگفتم. اما باید به یکی بگم اسمو. میتونی به من بگی؟ من تا جایی که بتونم کمکت میکنم. حلوا میخوری؟ ممنون. اسمو من یه مدت میتونم پیش شما بمونم؟ منظور چیه؟ خونه ای که من و ایلول توش زندگی میکنی؟ البته اگه از نظر شما مشکلی نداشته باشی. ای بابا باز انگار اینجا یه خبراییه. شما اصلا زحمت نکشین، من الان وسایلتو برمیدارم و میام. چرا تو بری؟ خودم میرم برمیدارم. تو هیچ جا نمیری، من میرم و میام. بعدشم میریم خونه قشنگ استراحت میکنیم. چی میگی؟ خودت شنیدی، فهمیدی. میریم خونه جلوی تلویزیون دراز میکشی و خوب استراحت میکنیم. من و اسما هم ازت مراقبت میکنیم. حق اعتراض دارم یا نه؟ نه خیر. خیلی خوب باشه. خوبه؟ خوبه. وقتی تو اینطوری حرف گوش میکنی دروغ چرا یکم تعجب میکنم، اما خیلی شیرین تر میشی. ایلول حرف گوش کن. خیلی خوب دیگه زود باش برو. 5 دقیقه دیگه اینجا. راستی یه چیزی یادم رفت. دکتر، آخ دکتر، بالاخره پیداتون کردم، خیلی خوب شد. سمن، ببین امروز مرخصی گرفتم، اگه زیاد مهم نیست بذار برم، باشه؟ دکتر، به نظر منم مشکلی نداره، اما دکتر ازرا شخصا خواستن شما رو ببینن. چی شده؟ چیزه، دکتر، انگار دکتر سلیم دیوونه شده. یعنی چی دیوونه شده؟ یعنی بعد از اون اتفاقا خیلی هم دور از ذهن نیست، اما رفتارش خیلی عجیب شده. هر چی دستش میاد پرت میکنه، گریه میکنه، داد میزنه، ما هم نفهمیدیم دکتر. خیلی خوب بریم. وای الان اسما منو میکشه، قرار بود بهش خبر بدم، الان یه تون کنایه بارم میکنه. زود باش بیا. دارم میام دیگه. حرکت کن. یه لحظه وایسی لطفا. ایلول
چه خبر شد؟ دارم برای بازجویی میبرنش. دخترم قبلنم بهت گفتم، بازم میگم، من کاری نکردم ایلول، باید باور کنی. این دفعه حرفمو باور کن، خواهش میکنم، تو رو خدا حرفمو باور کن. من کاری نکردم دخترم، من کاری نکردم ایلول، ایلول من کاری نکردم، باور کن دخترم ایلول. ایلول من کاری نکردم، باور کن دخترم ایلول. ایلول همه چی درست میشه ایلول. بله، من وکیل آقای زیانورم، تایلان کارا. گوش میدم. یه موضوعی هست که باید با شما صحبت کنیم. الان تو اتاق کنفرانس با سینان خان و آقا سلیمان منتظرتونیم. خواهش میکنم تشریف بیارین. باشه، الان میام. چی شده؟ فکر کنم دارن اخراجم میکنن. یعنی چی؟ چرا؟ سلیم خواهش میکنم آروم باش. سلیم تو رو خدا آروم باش. نمیتونم اسرا، چطوری آروم شم آخه؟ باش میگذر. چیزی نیست، آروم باش. خب دیگه سمت، تو برو سر کارت. بله چشم دکتر. اومدی حال و روزمو ببینی؟ نه، اومدم داداشمو ببینم. نمیتونم بیام ملاقات داداشم؟ خب دیدی وضعیتم اینه، با یه دست بیشتر از این نمیتونم کاری کنم. همه چی درست میشه سلیم، همه چی. بیمارا رو اینجوری گول میزنی؟ باره به همین سادگی بهشون دروغ میگی؟ این دروغ نیست داداش، برای خوب شدنت هر کاری لازم باشه میکنیم، لطفاً بهمون اعتماد کن. من فقط دستمو از دست ندادم، شغلمم از دست دادم، شغلمو از دست دادم، زندگیمو از دست دادم. میفهمین؟ زندگیمو از دست دادم. سلیم داداش چی کار میکنی؟ داداش نکن لطفا، این کارو نکن داداش، این کارو با خودت و ما نکن لطفا داداش، به ما اعتماد کن باشه؟ من بهت اعتماد دارم، باورت دارم، مطمئنم اینم پشت سر میذاری، یه جوری اینم پشت سر میذاری، بر میگردی سر کارت. لطفا به خودت بیا داداش، تسلیم نشو داداش. سلیم ببین، با هم همه چی پشت سر میذاریم، باشه، همه چی درست میشه، لطفا اینطوری نکن. من شما رو تنها میذارم. تو هم برو. باشه میرم. داداش نکن داداش. داداش نمیتونستم تو رو از دست بدم، داداش. تنها راهی که میشد تو رو زنده نگه داریم همین بود. آروم باش. بیا آقا نظیف، شما اینجا چی کار دارین؟ نباید از روی تختتون بلند می شدین، روز سختی رو گذروندین. میدونم آقای دکتر، میدونم.
نذاشتم کسی ببینه اومدم. بفرمایید بشینید. من ازت یه خواهشی دارم. حتما. گفتن قلب دخترم به درد یکی خورده. همینطوره. کسی که قلبش پیوند داده شده خیلی حالش خوبه. میخوام کسی که قلب دخترمو بهش دادین ببینم. چند سالشه؟ 15 سالشه. خیلی جوونه. خدا بهش عمر طولانی بده. اگه آمادگیشو ندارین؟ خب معلومه که آمادگیشو نداره. رویا همه چیز من بود، اما میدونم موقعی رفتن به یکی دیگه زندگی داد. کار رویا خیلی با ارزش بود، خیلی با ارزش. به لطف شما یه دختر جوون میتونه زندگیشو ادامه بده. به لطف رویا. حاضری؟ رویای یکی به واقعیت تبدیل شد. رویای من قلب خیلی خوبی داشت. مراقبش باش. خب ما رو اینجا علاف کردین؟ هرچی میخواین بگین خب بگین، کار زندگی داریم. منتظر هستیم، وقتی بقیه هم بیان شروع میکنیم. معلوم نیست چه خبره. فقط تو رو کم داشتیم سینان. خیر باشه سینان، این موضوع مهم چیه؟ آقای وکیل، ببینین ازرا خانومم خیلی وقت ندارم. شاید با کسی قرار داره که باید به اون برسه، یا شاید مریضی داشته باشه که باید حتما وایسه بالا سرش. حالا بگذاریم، دیگه شروع کنیم. بگذاریم، اینقدر مخفی کاری بسه. هرچی میخواییم بگین زودتر بگین. بذارین همه بیان شروع میکنیم، یکم صبر کنین لطفاً. وکیل به تو هم زنگ زد؟ چیزی بهت گفت؟
فکر کنم یکم دیگه اخراج میشم. چرت نگو. به نظرت من اجازه همچین کاری رو میدم؟ برای همین اخم کردی؟ من همیشه کنارتم، خیالت راحت. ای بابا یکم بخند دیگه. یعنی الان باید بخندم؟ آره. سلام به همگی. خوش اومدین. سلام. یه لحظه وایسین. این دختره اینجا چی کار داره؟ بره بیرون منتظر باشه. سینان خان، مراقب حرف زدنتون باشی. اگه نباشم چی میشه؟ آقایون خواهش میکنم آروم باشی. دوبله شده در استدیو جم. زیاد وقتتون رو نمیگیرم. دعوتتون کردم اینجا تا شما رو با شریک جدیدتون آشنا کنم. شریک جدید؟ بله. ایلول خانم، شما شریک جدید بیمارستان بهارتونج هستید. الو بابا، چی؟ داری میای؟ باشه باشه، خودم رو میرسونم، باشه. ای وای، سرخرگشو بریدم. پانسمو میدارم. زود باشین، زود باشین. خسته شدم از بس گنکاریاتو تمیز کردم. بابا، این حرفت خیلی باشه. دروغه. اگه زیانون رو من نبودیم، دخترت هم به تو رفته. هر پادشاهی یه روز باید تاج و تختشو تحویل بده. تا بوده همین بوده. منظورت از این حرف چیه؟ میگم از جلوی سرنوشت برو کنار. زودتر باید کارهای تشییع جنازه رو انجام بدیم. چی؟ وقتی یکی از اعضای خانوادت اومد بگو بیام پیشم. خانوادش منم. خانواده ای نداری. ما کس دیگه ای رو نداریم. تو کشتیش. تو کشتیش. میدونم تو قاتلی. تو مادر بزرگ منو کشتی. متاسفم. کار تو بوده. مسئولش تویی. میدونم. شنیدی؟ اینو ثابت میکنم. اون پسر کسیه که گزارش پزشکی مامان بزرگ تو عوض کرده. هیچ وقت به کسی که از خون خودت نیست اعتماد نکن. رحم نکن، چون بعد بهت رحم نمی کنن ناراحت میشی. تو مرگ اون زن یه جورایی هممون مسئولی، اما دونستن این موضوع برای کسی فایده ای نداره. به نظرم حق با ایلوله بابا. احتمالا گزارش پزشکی مامان بزرگشو دستکاری کردن. منظورت از این حرف چیه؟ تو از این خبر داشتی؟ نه نداشتم. ببین پسرم، بیشتر از این موضوع رو ادامه نده. برای هیچ کس فایده ای نداره. از عدالت چی؟ چیزی که از یکی دزدیده میشه نمیتونی بهش پس بدی. برای اینکه دزدش رو مجازات کنی قدرت لازم رو بهش میدی. بابای منم به عنوان یه شخص عادل این کارو کرده. شاید اینجوری خواسته اشتباهش رو جبران کنه. ارائه شده توسط وبسایت بیاتو موویز.